بیننده تلویزیون پرتو هستین. همچنان که میدونین در جامعه ایران مدت هاست اعدام به یک امر عادی تبدیل شده از ابتدای جمهوری اسلامی، اما در دوره اخیر مسئله اعدام پدیده کاملا آشنای شده و روزانه حتی در پارک شهر تهران در این عمل شنیع اجرا میشه، جایی که مردم و کودکان باید بازی بکنن، جای عشاق باشه، جای تفریح و استراحت باشه. راجع به پدیده اعدام کلن و چه باید کرد، با یکی از کادرهای حزب حکمتیست مصاحبه داریم، سیاوش دانشور. خیلی خوش اومدی و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم در اجتماع حزبی دیگه هستیم و پلنوم حزب حکمتیسته، اما فرصت رو غنیمت شما راجع به مسئله اعدام با شما صحبت کنیم. ممکنه راجع به کل فلسفه وجودی اعدام برای جمهوری اسلامی و نظام‌های استبدادی و دیکتاتور صحبت بکنی برای بینندگان تلویزیون پرتو؟ اعدام یه وسیله، یه ابزاریه در دست حکومت‌ها برای ارعاب جامعه. مهم نیست به چه دلیلی اعدام میکنن، مهم نیست چه بهانه‌ای دارن و مهم نیست چه توجیهاتی دولت‌ها دارن. اهداف اصلی که دولت‌ها، حکومت‌ها و حتی بخش خصوصی بیرون حکومت از کشتن آدم‌ها، کشتن عامدان و آگاهانه آدم‌ها به کار می‌برن، ارعاب جامعه است و تداوم حکومتشونه. خب این مسئله چرا در مقاطعی در تاریخ جمهوری اسلامی شدت پیدا می‌کنه؟ جمهوری اسلامی با اعدام سر کار اومد. یه انقلاب آزادی خانه رو به خون کشید، قتل عامی رو کرد، در سطح قتل عام در اندونزی، در شیلی و کشور مشابه تو آمریکای لاتین و تو مقاطع مختلف با کشتار بر بقاش زنده مونده. و جمهوری اسلامی بدون اعدام نمیشه توضیح داد. جمهوری اسلامی حکومت اعدامه و فکر میکنم تا آخرین روزی هم که سر پاس ماشین به اصطلاح سرکوبش اعدام میکنه میکشه. و مسئله اساسی اینه که مردم بتونن این ابزار از دستش بگیرن. به مجرد این که مردم موفق میشن، جنبش آزادی خانه موفق میشه این ابزار سرکوب از دست حکومت ها بگیره و سری فروپاشی شروع میشه و سری سقوط حکومت ها آغاز میشه. مثل نمونشه عراق، نمونشه انقلاب 57 ایران، نمونشه و خیلی مثالای دیگه تو دنیا هست. بنابراین باید با این پدیده، این ماشین سرکوب رو در هم کوبید به عنوان تنها یکی از ارکان و رکن اساسی بقای جمهوری اسلامی و سرکوبش. خب من میخوام راجع به پدیده مثلا اعدام، غیر از اینکه فرهنگ دولتیه، بخشا به فرهنگ تعمیم داده شده به خود جامعه، امر اعدام برای یه بخشی برای هدف از تنبیه جامعه از یا اون بخشی از جامعه که به قول دولت‌ها میگن بزهکارن، نمیدونم زورگیر هستن، تجاوز به عنف میکنن، از نظر شما فکر میکنی اینا مستحق اعدام هستن و باید این مجازاتش چنی در موردشون اجرا بشه و یا مردم باید تن بدن به همچین احکام شنیعی تحت این عنوان و بهانه؟ این دو تا مسئله هستش. یکی این که وقتی اعدام میکنن اولا عادی میکنن کشتن آدم ها رو، حالا به هر دلیلی، توجیهات زیاده. به عنوان مثال دولتایی بودن در تاریخ که در زمان جنگ اعدام و مجاز شمردن، هنوزم در اروپای غربی وجود داره، اعدام به عنوان استثناء در یه دوره معینی اگه یک کشور در حال جنگ باشه اعدام میکنن، سیاست مجازات اعدام دارن. دولت سرکوبگر اعدام میکنن به دلایل مختلف، میگن علیه دولت حرف زدی، علیه مقدسات حرف زدی، علیه قانون حرف زدی، علیه مالکیت و خصوصی حرف زدی و خیلی چیزای دیگه. در جمهوری اسلامی میگن به دلایل مختلف اعدام میکنن و بیشتر اعدام هم سیاسیه، درصدیش بالاخره مجازات آدمایی که جرمی رو مبتدا به اصطلاح برها به کاری رو کردن، کاری انجام دادن که اونم ریشه اجتماعی داره. ما به عنوان کمونیست کارگری معتقدیم اعدام قتل عمد دولتیه. اگه کسی در یه نزاعی کسی رو میکشه یا اتفاقی پیش میاد، منتقب بعدش دولت میاد آگاهانه یه نقشه میریزه با خونسردی کاملی آدم میبره و میکشه، در واقع تداوم قتل و چرخه جنایت رو داره ادامه میده. بنابراین از نظر ما اعدام مجاز نیست. اصل مجازات اعدام مجازات نیست. اعدام آدم کشی باید لغو بشه. مهم نیست دلیلش چیه. مردم نباید اینو بپذیرن. مردم اگه قبول بکنن و که حکومت ها اعدام میکنن که ارعاب ایجاد کنن توی جامعه و نماینده خود گمارده اجرای عدالت بشن توی جامعه، وقت این ابزار از دستشون میگیرن، باید این کارو بکنن. یه بخش از مردم صبح زود پا میشه میره به نمایش این شنیع ترین عمل دولتی. چرا میرن؟ مردم یه جایی جمع میکنن، به زور میبرن. یه وقتای مردم کنجکاو میشن میخوان ببینن چه خبره. یه دلیلش اجتماعیه. وقتی شما توی با جامعه روبرو هستین که خشونت تا مغز استخوانش نفوذ کرده،
و هر روز آدم ها توی خیابون، تو جاده، تو تصادف رانندگی، بر اثر بیماری، بر اثر فقر، بر اثر هزار و یک دلیل میبینم، به دلیل مرد سالاری مرتبا آدم کشته میشه. در اینچه کشته شدن آدم ها، قتل آدم های پدیده عادی میشه. وقتی قتل پدیده عادی، اون وقت دولت هم که انجام میده تیم یه مراسم رسمی ممکنه یه دو برن نگاه بکنن، واضح تاثیرات روانی اجتماعی داره. نباید برن، به نظر من به جای اینکه برن نگاه این مسئله بکنن، باید هجوم ببرن، چوبای درو پایین بیارن، رو سرشون ویران بکنن، قربانی رو نجات بدن و تلاش اجتماعی رو شروع بکنن که نه فقط جمهوری اسلامی جرأت نداشته باشه یا چوبای دار تو میدونن شهر به پا بکنه، بلکه مردم مسیر رو آغاز بکنن که بتونن اعدام در ایران لغو بکنن و سیاست به اصطلاح الغای مجازات اعدام تو اون جامعه داشته باشه. خب یه بخش از این آدمایی که میرن به این نمایش شنی، خودشون ممکنه هر مونایی که اعدام شدن بخشن شاهد همچین صحنه‌ای بوده باشن و هیچ وقت تصور نکردن که فردا ممکنه گردن خودشون به این تناب دار آویزون بشه. این مردمی که اکنون صدای ما رو میشنون باید چه کار بکنن در مقابل همچین تناب‌های داری که در ملعه عام میذاره جمهوری اسلامی؟ به نظر من مردم سیرجان یه مدلی رو به دست دادن و یه راهی رو نشون دادن که باید تو سراسر ایران عملی بشه. دو نفر میخواستن اعدام بکنن، مهم نیست به چه دلیلی بود، مردم رفتن اعدامی‌ها رو پایین آوردن، چوبای دار رو آتیش زدن، فراریشون دادن و دوباره دیگه جمهوری اسلامی خواست در شبش توی قبرستان یه جای دیگه دوباره توی پارک دیگه اعدام بکنه، بالاخره موفق نشد. نهایتاً مثل اینکه متهمین رو بردن در یه زندانی اعدام کردن یا اعدامشون نکردن. ولی واقعی سیرجان فکر می‌کنم مدل به دست داد. در سرندج همین روزا اتفاق افتاد که یه خانواده برای فرزندشون رو می‌خواستن اعدام بکنن، از ساعت 4 صبح مردم جمع شدن جلو زندان و نذاشتن و حکم رو به هر حال معلق کردن. در مریوان چنین اتفاقی افتاد، مبارزه گسترده صورت گرفت، فضایی به وجود اومد که نهایتاً به هر حال زانیار و لقمان اعدام نشدن. من فکر می‌کنم یه جنبشی در ایران آغاز شده که دیگه قبول نمی‌کنه، دیگه تن نمیده، میگه کافیه، بس دیگه این وضعیت. و به نظر من همین مسیر، ما باید به این فکر کنیم که یک جنبش توده‌ای علیه اعدام را بندازیم که و این فرض اولش اینه، اعدام امر خانواده اعدامی نیست. همینجوری که بیکار مسئله فقط بیکار نیست، همینطور که آپارتاید فقط مسئله زن نیست، آپارتاید جنسی، و همینطور که هزار تا مشکل دیگه مشمول فقط اون بخشی نمیشه که به اون مسئله دوچار هستن. مشکل جامعه است، موزل اجتماعی، حکومت هم به عنوان به همین عنوان داره ازش استفاده میکنه در چه جاب اجتماعی بشه. برای ایجاد این جنبش اجتماعی چه مکانیزمای اجتماعی رو باید به دست گیره؟ برای نمونه تو دانشگاه، تو محیط کار، کارخونه، تو بازار، تو مجامع مختلف، زنان، جوانان و تو دی وسیع مردم. مثلا یکی میبینه فامیلش یا همسایش داره به جوخه مرگ سپرده میشه، چه کار باید بکنن اینا؟ این مکانیزم اجتماعی رو شما چطور تعریف میکنید؟ من فکر میکنم این مکانیزم یه روند آگاهگری نیست که آدم ها رو سوزنی بهشون بگی اعدام شنی. بازی کسی از آدم کشی خوشش نمیاد و هر کسی هم که دیده رو اون روز و شاید مدت ها بعدش هم نتونه سر حال میبینه کلامت. میخوام یه چیز بگم، اخیرا به جرم زورگیری 70,000 تومان دزدیده. خب اگه به جرم زورگیری کسی رو اعدام میکنه، باید اول آقای جنتی و خامنه‌ای رو بغیر بیان اعدام کسی که میلیارد تا میدزده، اونایی که کرور دارن چیز میکنن. اگه قانون اونه، به اصطلاح باید قانون باید همگیر باشه، قابل تعمیم باشه، ولی دولت این کار رو میکنه، میخواد بگه که میخوام جلوش رو ببین. تو ایران وضعیت به حدی رسیده که خانواده کارگری از فقر خوش آتیش میزنه. وقتی جون آدمیزاد اینقدر بی‌ارزش میشه که یه پدر و مادر یا جگرگوشش رو با خودش بنزین میریزه رو سر خودشون، از فقر و از گرسنگی میکشه، خیلی واضحه تو چنین جامعه جنایت، وحشت، عذر میخوام به اصطلاح بی‌عاطفگی، خشونت بالا میره و دو نفرم بالاخره به خاطر پول، به خاطر هر چیزی جیب شما رو میبرن، طرف هم میخواد ادب بکنه میاد اعدام میکنه. به نظر من به هر جرمی، به هر دلیلی از اول باید سوال کرد چرا اینا زورگیری میکنن، ریشه فقر چیه، ریشه نداری چیه، ریشه گرسنگی چیه، مسئولش کیه، مسببش کیه، اون وقت باید اون مسبب رو به اصطلاح اعدام کرد، نه فیزیکن. باید اون حکومت رو پایین کشید که منشأ این مناسبات نه آدمایی که قربانی اون وضعیت. ما نمیتونیم قربانی رو بذاریم روی صندلی اتهام و قربانی‌ها رو مجازات کنیم. تاریخا جامعه طبقاتی اعدام کردن و همیشه قربانی رو مجازات کردن، در صورتی که تمام اینا پدیده اجتماعی باید اجتماعی بشه. حرفتون رو قطع کردم اون موقع، بازم برمیگردیم به مکانیزم اجتماعی. مردم زیادی از این تلویزیون که شما میبینی و تماشاگر این مصاحبه ما هستن، به طور مشخص گفتین که سوزنی نمیشه،
این عمل شنیع و برای دونه دونه آحاد جامعه توضیح داد، بلکه یه جنبش اجتماعی لازمه. مستلزم این جنبش اجتماعی چه هست و چه مکانیزمایی رو باید به دست بگیرن؟ اگه فعال کارگری در کارخونه، فعال اجتماعی حقوق مدنی در بیرون از اون، فعال دانشجوی در کجا؟ و هر صورت یا مردم عادی هستن ولی از دست دادن جگرگوشه هاشون رنج میبرن و دوست دارن که مردم باشون باشه، چه کار باید بکنن؟ اولی پرچم سیاسی میخواد. پرچم سیاسی اینه که اعدام نه، اعدام جنایت، اعدام قتل عمد دولتیه. اگه اینو ما بگیم و خوشبختانه گسترده شد تو این دو دهه به همت جنبش کمونیست کارگری و خیلی ها امروز توی اپوزیسیون ایران که ته دلشون میخوان اعدام بمونه در قوانین بعدی ولی امروز مخالف اعدام هستن، این یه مسئله است. و به نظر من اگه یه جنبش اجتماعی بشه، اون وقت امر هر جنبش آزادی خواه، دانشجو بالاخره بچه های کارگره هستن 80% و کارگران قربانیان این جامعه، اکثریت جامعه. کارگر مطالبهش فقط دستمزد نیست، زنان فقط برای نفقه و چهار تا چیز دیگه مطالبه صنفی نداره، اینا شهروندای جامعه، این مثلا به همه مربوطه. در این چه باید همه بیان به یه نوعی تقویت بکنم مخالفت با مجازات اعدام، این به یه فرهنگ سیاسی تو جامعه تبدیل میشه و شده بعدن. اما این کافی نیست که ما کار فرهنگی بکنیم، نسخه ما این نیست. ما باید این پرچم رو داشته باشیم ولی ما باید یه پراتیک اجتماعی داشته باشیم، یه عمل انقلابی داشته باشیم که این ابزار رو دست جمهوری اسلامی بگیریم. نمونه هایی که توی این یکی دو هفته اخیر ما داشتیم، من فکر میکنم این باید گسترش پیدا بکنه، مثل نمونه سیرجان که قبل تر بود و تمام ایران رو بگیره. وقت هر کسی به اصطلاح بگه من مخالف اعدامم و اگه یه جایی اعدام داره صورت میگیره، دست جمعی به جای اینکه نگاه بکنن هجوم ببرن پایینش بکشن، مانع بشن. این به تدریج به یه جنبش وسیع شکل میده که میتونه در افقش الغای مجازات اعدام با خودش داشته باشه. یعنی دست کم امروز جمهوری اسلامی جرأت نکنه که اعدام بکنه. ممکنه فردا این بار از ترس مردم نیارن در ملأ عام اجرا بکنن، بلکه در زندان ها اجرا بکنن. اینم یه عقب نشینی، اینم یه عقب نشینی، اما بالاخره اعدام صورت میگیره. زندانی سیاسی که در داخل زندان که دیدیم کماکان دارن اعدام میکنن، حالا اگه دست نگه داشته باشن روی اعدام های سیاسی تحت عنوان تجاوز به عنف، تحت عنوان زورگیری و امثال بانی میتراشن که هر روز سایه رعب و وحشت رو سر مردم باشه. در تقابل با این، مثلا برای زندانیان سیاسی، برای کل آزادی اینا باید یک کاری کرد که فردا دچار مشکل اعدام نشن یا نه. شعار آزادی کلی زندانیان سیاسی مستقل از اینکه به چه دلیلی اومده زندان و چه عقایدی داره، شعار همیشگی جنبش ما بوده، به خاطر اینکه من فکر کنم آدم ها حق دارن هر نظری داشته باشن، به خاطر عقایدشون نباید اعدام بشن. ولی جمهوری اسلامی یه بازی میکنه که مردم ایران فکر کنم متوجه مسئله هستن، باش روش تمرکز کرد. جمهوری اسلامی وقتی فشار روش میاد نمیتونه یه فعال کارگری رو بکشه، موقتا آزادش میکنه، دو روز بعدش در یه جای دیگه به 5 تا زندانی سیاسی رو اعدام میکنه. وقتی در یه جایی نمیتونه دو تا جوون اعدام بکنه، دو روز بعدش دو تا جوون دیگر رو اعدام میکنه. یه بازی موش و گربه داره با مردم و اپوزیسیون در میاره که ما رو در یه موضعی قرار میده که ما میشه بدویم دنبال این که یه مقدار آدم کمتری کشته بشن، یه مقدار زندانی کمتری داشته باشیم. ما باید بگیم اعدام نه، جلو اعدام میگیریم و به طور کلی میگیریم و زندانی سیاسی نه و جرم سیاسی نه و اینا رو نداریم. و این دیگه پایه های به اصطلاح حقوق بدیهی ترین جزء بدیهی ترین حقوق مردمه. در نتیجه به نظر من شعار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بی قید و شرط و بلافاصله زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام، لغو جرم سیاسی، اینا جزء شعارهایی که من فکر می‌کنم هر کسی که با هر روایتی که آزادی می‌خواد، مثلا اینکه سوسیالیست و کمونیست نیست، باید در دستور باشه. به لحاظ عملی باید مبتکر این حرکت‌های توده‌ای برای ممانعت از این بشیم. ما اگه بتونیم در شهرها بساط اعدام رو جمع بکنیم، اگه بتونیم در شهرها بساط شلاق‌زنی رو جمع بکنیم، اون وقت می‌تونیم در زندان رو هم بشکنیم. اون وقت جمهوری اسلامی به یه حدی رسیدی که ابزار دندون تیزش رو این آقای کشیدی، کند کردی، اون وقت زمینه اجتماعی برای اونم شروع میشه که حمله بکنی به زنداناش و به اصطلاح فشار بیاری که یه کمپین اجتماعی، تلاش اجتماعی که زندان سیاسی آزاد کنه. فعالین حزب حکمتی در داخل، کمونیست‌ها و آزادی خواهان، امرشون چه در این زمینه؟ فعالین حزب حکمتی است و کمونیست‌ها و طبقه کارگر برای جامعه عاری از اعدام، ستم، استثمار، تبعیض و یه دنیا بهتر مبارزه میکنن. یه دنیا شایسته انسان با تمام آزادی های به حساب پیشرفت جهان، امروز بسیار بسیار جلوتر از چیزی که امروز استانداردش در سطح بین المللی است. به نظر من یک فعال کمونیست که مشخصش عمل انقلابی و مخالفت با تبعیض و نابرابری و جنایت و غیره هستش، باید سازمانده به اصطلاح این امکانات اعتراضات توده‌ای باشه، باید بتونه این شعار رو ببره توی مردم و
به ویژه با خانواده قربانی باید صحبت کرد که شما ابزار دست جنایتکاری جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی نشید، چون جمهوری اسلامی میاد فرزند یکی رو میاره، خانوادش هم میاره، میگه خب داریم قصاص اسلامی میکنیم و حتی بهشون میگه که پاتونو بزنید به اصل زیر صندلی که تو چوبه دار گذاشتن، یعنی پدر و مادر رو به وسیله جنایت تبدیل میکنه. کسی که درد اینا، درد ما با تمام کسایی که فرزندشون کسیشون از دست دادن احساس همدردی عمیق میکنیم، ولی بالاخره با قتل شسته نمیشه. دوران و قرون وسطا نیست که بگیم خون جواب خونه، چشم جواب چشمه، و این چرخه آدم کشی رو ما میخواییم پایان بدیم. فعالین کمونیست کارگری، فعالین حکمتیست باید بگه ما جامعه میخواییم بسازیم که دیگه قتل عام و خون ریزی و به اصطلاح این معیارهای قرون وسطا رو نداشته باشه، یه چیز دیگه باشه. به نظر من باید با قربانیان همبستگی کرد، طرفی که مبتکر قتل شده بالاخره بهش زندانی داد، کاری کرد و سعی کرد یه راهی رو باز کرد که برگرده به جامعه، که نهایتا ما فردا توی جامعه این جرما رو نداشته باشیم. برای اینکه اینا رو نداشته باشیم باید بتونیم زمینه اجتماعی رو اون جرائم رو پیش ببریم که اساسا اقتصادی سیاسی و این حکومت ها هستن. ولی امروز تا به سوال شما برمیگرده، به نظر من فعالین ما، رفقای ما سوسیالیست ها، کمونیست ها، کارگر ها باید مبتکر با انواع و اقسام و اشکال مختلفی که عملی ممکنه مبتکرین باشن که توی جامعه نذارن اعدام صورت بگیره و نذارن به اصطلاح جمهوری اسلامی بیاد و سعی کنه جنبش رو تقویت کنه. بسیار سپاسگزارم. خیلی ممنون. بینندگان عزیز، کارگران، زحمتکشان، زنان، مردان آزادی خواه، به این عمل شنیع اعدام و مجازات اعدام نبگویید، نظری فرزندان مردم به جوخه‌های مرگ سپرده بشن. آنچه باید رخت بربنده از جامعه ایران جمهوری اسلامی و نظام کثیف سرمایه‌داری است که منشأ فقر و بی‌عدالتی و زورگویی‌هایی است که در جامعه اعمال میشه. به جنبش مبارزه علیه اعدام روی بیارین و بساط اعدام رو برچین.